بیا ایده جون، بیا آقا، اینا تازه اومده، اینا از زیر خاک در اومده، تازه اومده، اومدم میخوام بهت بدم مفت، یعنی اصلا با اصلا قابل نیست. بیا بر آقا، اونو پولش هم نمیخواد بدی، چیز کن، کدوم میخواد؟ این ببین، این میگن جیوه داره، جیوه داره، اصلا معرکه جیوه سرخ داره، من کلا بهت دمت را میدم، در صورتی که ببری جیوهش در بیاری 20 میلیارد میارزه. آقا بیا، نمیخواد؟ اینو ببردم، بیا اصلا نگاه کن، یه نگاه، ولی خب نه، پولش رو دادی بر آقا، این اووردم قاشق معرکه یا کو سالمه، دو تا فقط چیز داره، این قدیم اینجوری بوده، شما اینو وردار ببر، میگن از زیر خاک در اومده، من خودم مفت ازش گرفتم، میخوام بهت مفت آقا کلا 15 میلیون تومانه، 15 میلیون تومان چیزی نیست که بیا این رادیوه آقا جون میچرخه، فقط لا صدای لا چیزش نمیاد، نوار میذاری نمیخونه، ولی خیلی خوبه، اینو میگم مال زمان صفوی است، مال صفوی است، ببر حالشو، اصلا اینو نمیخوای بدش توی این دیگه معرکه، ببین اصلا کیف میکنی برنج، این زمان خبرش روشم نوشته، به روسی نوشته خشایارشای چیز، اصلا عالیه، اینو ببر، این خوبه، 20 میلیون تومان پولش هم نمیخوام، من تو حسابت مینیسم، قابل دارم نیست، اصلا هر وقت دادی من تا فردا میام بهم بده، آره این برای تو، برو عزیزم، این تموم شد، بعد یه فردا اینم پول اون دادی، اینم بهت میدم، این از همشون بهتره، 100 میلیون میارزه، من بهت 99 تومن میدم، خداحافظ، برو عزیزم، برو جدید در مورد همین معامله که دیدیم بهتون میگم که چطور وقتی معامله میکنید بدونید کیا میخوان سر شما کلا بذارن. اکثر کسایی که اینجور معامله میکنن اینا میخوان به شما قالب کنن، قالب برای اینکه متوجه بشه طرف داره دروغ میگه، تو معامله زیر خاک در اومده، این نمیدونم مال صفوی است، آخه زمان صفوی است هم برق بوده که رادیو ضبط باشه، طرف لوستر آورده لامپی میگه مال صفوی است، خیلی هم جدی میگه، خودش نمیدونه که اون زمان امامزاده کشف شده مال 2000 سال پیش، 1400 سال اسلام، 2000 سال پیش خدمت امامزاده است. اینه که شما چیکار کنی اگه میخوای یه معامله گر خوب باشی و مثل من فریب نخوری، باید 7 تا نشانه را داشته باشی و بدونی که دروغگو، این نشانه داره، خودت هم اگه میخوای دروغ بگی یه جوری بگو که متوجه این نشانه ها رو نداشته باشی، والا متوجه میشن که شما میخوای سرشون کلا بذاری. اولین موردی که خیلی مهمه اینه که دروغگو حافظه خوبی ندارن، همه میدونن، و دومین مورد اینه که اونها هر باری که میخوان داستانشون رو تعریف کنن تغییر میدن، اون تا تغییرات گسترده نیست، هر سری مثل یک درختی که یه شاخش رو قطع میکنن یه مقدارش رو حذف میکنن چون فراموش میکنن و اصل موضوع ولی یادشون میمونه. مورد بعدی که خیلی مهمه تعارف کردن، یا خب بیا ببر بیا، ولی همین که به جنس رو قالب کرد 10 دقیقه بعدش یا ور رو ور زنگ میزنه که آقا پولو بفرست، پشمون بشی دیگه پدرت رو درم بیاره، یا دو تا جنس دیگه بهت قالب میکنه، یا این که خلاصه یه کاری میکنه که دیگه از زندگی پشمون بشی. زبان بدن دروغگاه خیلی مهمه، زبان بدنشون با ذهنشون با صحبتشون هماهنگ نیست، مثلا داره اونور رو نگاه میکنه اما در مورد اینور صحبت میکنه، نمیدونم چهرهش خوشحاله اما صداش میلرزه، خلاصه زبان بدنش با هم هماهنگ نیست. مورد بعدی اینه که جزئیات کافی به شما نمیده. یعنی چی؟ یعنی چون دروغ داره میگه، اگه بخواد داستان رو کمپلت کامل تعریف کنه به هم دیگه نمیخونه، مثل یه معادله، برای همین سعی میکنه فقط زودگذر رد شه، برای همین پس جزئیات وقتی کسی به در مورد یک موضوع مثلا میگه من زیر خاک در آوردم، دیگه نمیگه کجا کدوم محل کدوم زمان توسط که، اینا رو دیگه به شما نمیگه چون نمیدونه. و مورد بعدی این که آقا میخواد سماور رو به شما بفروشه، شما متوجه هستی این جعلیه، میاد در مورد یه داستان دیگه قاطیش میکنه، میخواد حواس شما رو پرت کنه، چی میگه؟ میگه ای میدونی فلانی مرده؟ ای این یه چیزی اینجا چسبیده ببینم چیه؟ برای چی؟ برای اینکه شما به اینجاش دیگه نگاه نکنی، جای دیگه‌اش که متوجه بشی، و یا اینکه بالاخره موضوعی رو میخواد بگه که حواس شما از اونجا پرت بشه. دوستان این موارد بود که بهتون گفتم، از همه مهمتر این تعارف کردنه که مشخص بشه در معامله باید بیگانه باشی، این که ما با هم فامیلیم، این که ما
نمیدونم اینا هم خیلی تاثیر داره. حواستون باشه و به هر حال معاملتون معامله بدون غش باشه و بعدش تو سرت نزنی و پشیمون نشی. ممنون که ما رو لایک میکنید و سابسکرایب کردید قبلا. امیدوارم که بتونیم به شما کمک کنیم. ویدیو جدید هم در آینده میاد، منتظر باشید. زنگوله رو بزنید تا متوجه بشید. اگر کمکی بود، اگر کاری داشتید، جنسی داشتید میخواستید معرفی کنید، فیلمش رو برای ما بفرستید تا ما برای شما کارشناسی کنیم. ممنون، خدا نگهدار.